بسم الله الرحمن الرحیم قسمت سوم درس هفتم دین و زندگی دوازدهم مراحل تکمیلی توبه هستش بچه ها توبه یا همون پشیمونی از گناه آثار و نتایج دارد که در زندگی شخصی توبه کننده خودشو نشون میده میشه بگی چیاست بله اولین موردش تلاش در جهت دور شدن از گناه توبه کننده تلاش میکنه دیگه به سراغ گناه نره اولین کاری که توبه کننده میکنه اینه که دیگه به سراغ گناه نره زیرا انجام آن مساوی با انجام گناه مساوی با شکستن توبه در آن صورت باز هم باید توبه کنه یعنی اگه توبه کننده حقیقتا توبه کنه گرچه ممکنه به گناه علاقه داشته باشه اما سعی داره در عمل ازش دوری کنه ببین دوست داره اون گناه ها ببین جنس مخالف رو دوست داره اصلا خدا تمایل به جنس مخالف رو گذاشته که چی؟ نسل باید چیکار بشه؟ ادامه پیدا کنه اگه تمایل نبود که اصلا تولید نسل انجام نمیشد نسلی به وجود نمی اومد که ادامه داشته باشه پله خدا قرار داده این میل رو اما میگه راه داره چاه داره راه چاه انا هده اینا اما شاکرم. از راهش باید بری خدا هر نیازی گذاشته راهش هم گذاشته بله یعنی از افراد از مکانها از اون موقعیت هایی که ما رو به گناه میندازه پشیمونی قلبی من مثال بزنم یکی از گناهانی که متاسفانه هست روابط بین پسر و دختره خب میگی آقا توبه کردی آره خب شماره دیلیت کن نه شماره حالا بز باشه حالا بز باشه حیفه اه. خب این چه توبه ایه تو که هنوز دلت نمیاد شماره شو دیلیت کنی پشیمون نشدی پس زمان ما نوار کاست بود بعد یکی از دوستای ما آهنگ غیر مجاز گوش میداد این توبه کرد بعد نوارا رو این نوار کاست ها هست قدیمی ها اینا رو در آورد پاره کرد گفتیم بابا بده ما قرآن من خیلی عاشق عبدالباسد بودم بده ما عبدالباسد روش ضبط کنیم گفت اصلا این نوارا نجسه من میبینم دیدید خونه که دوز بزنه همه میخوان جاشون عوض کنن خونشون عوض کنن میگه اصلا خاطرت اینجا دوز زد اینجا مثلا یه خودن نکره قتلی باشه میگه از اون خونه دیگه بریم دیگه اصلا این صحنه من نمیخوام ببینم میگه صحنه گناه هم شما دور پش ازش دوری کن اما طرف مثال میزنم عوض میخوام هم یه کانال بد یه گروه بد خب داری؟ آره خب دیلیت کن لفت بده حیفه <تصح> نه خلاصه دیگه نه نمی خب آقا بیا بیرون نه حالا به باشه برای روز مبادا این اصلا توبه هنوز شروع نشده بچه ها. برای این آدمه توبه شروع نشده کسی که توبه واقعی بکنه تلاش میکنه در جهت دور شدن از گناه مراحل تکمیل توبه یکیش تلاش در جهت دور شدنه از اون افراد از اون مکانها از اون موقعیت ها هر چیزی که تو رو تحریکت میکنه اینها هر گونه فضایی که میتونه باعث تحریکت بشه به سمت گناه مثل حضور در برخی گروه ها در فض... بیا دقیقا همین مشاهده برخی فیلم ها بدترین یکی ها بدترین چیز اینه الان تو این کرونا بعضی پدر مادر ها میگن خدایا شکرت بچه همون بیخ گوشمونه اصلا خونه بیرون نمیره بعد خبر نداره تو با این تو کل دنیایی بیچاره پدر مادرای ساده صفحه کامپیوترت هم که اینوری کردی یه درس همون زیر گذاشتی تا بابا ما میاد اینو میدی بالا اگر هم یه صفحه قرآن میذاری سری میاد بالا بابات مامانت میاد میبینه خدای شکرت بچه هم سرش تو قرآنه الحمدلله رب العالمین <applause> بیچاره بابا مامانه فکر میکنه الان بچهش و سری میده میاد پایین با میاد بالا آقا کجاست شبکه اجتماعی نمیگم دیگه با فیلتر شکن بعد بهانه به خاطر مدرسه‌مون استاد کانال مدرسهمون تو تلگرامه ما باید فیلتر ها فیلتر شکن چیه آخه اگه چیزی خوب بود که اصلا فیلترش نمی‌کردن دیلیتش کن اولین قدم توبه همینه همین, همین الان دیلیتش کن فیلتر شکن تو تو خیلی این فضای مجازی اصلا همین که وارد میشی اصلا این تو وارد میشی سرچ اصلا حالت به هم میخوره بچه ها شاید دلتون نخواد ولی همین یه لحظه نگاه میکنی اثر وضعیش رو تون میذاره ها قلبت کدر میشه ها اثر وضعیش گناه میذاره رو قلب آدم حتی همین یک صحنه نگاه به نامحرم میتونه زمین ساز شکل گناه باشه این بچه بررسی هر کی باید جوابش خودش بده برای اینکه حالت پشیمانی به ترک گناه بی چه راه پیشنهاد میکنید این دیگه دلیه اما دو جبران حقوق الهی و حقوق مردم ما سه تا حق داریم بچه ها حق الله حق النفس حق ناس کتاب اشاره به حق الله کرده و حق الناس که حالا باید چیکار باید بکنیم برای جبران هر کدوم بچه ها توبه کننده تلاش میکند حقوقی را که با گناه زا... پس بچه ها گوش بدید چیه؟ گناه حق زایه میکنه گناه حق زایه میکنه تو هر گناهی یه حقی زایه میشه یا حق الله یا حق نفس یا حق ناس. بعد جبران بکنه تو توبه دسته از این گناهان مربوط میشن به خدا بهش میگن حق الله مهمترین حق خداوند چیست؟ سؤال به دست جد امتحان نهایی کمکور همه جا میخوره حق اطاعت و بندگی مهمترین حق خدا چیه؟ حق اطاعت و بندگی حق اطاعت و بندگی مهمترین حق خداست توبه کننده بچه ها بنویسید برای جبران حق الله چه باید کرد؟ من کجا بنویسم همینجا مینویسم برای جبران حق الله چه باید کرد؟ بعضی میگن بی خیال بابا می بخور منبر به سوزان مردم آزاری نکن خب شما چی میگید استاد؟ می نخور منبرم نسوزان مردم آزاری هم نکن بله حق الله کی گفته میبخشم؟ آقای اون یه آیه یه روایت یه چیزی بیارید خدا گفته باشه نماز نخون من میبخشم منم نمازم میذارم کنار آقا ناصر یه چیزی داریم بهت میگم اول حق و ناس بهت میگم اون چیزی که تو شنیدی چیه سب کن سوال بله برای حق الله جبرانش چه باید کرد؟ جواب باید توبه کننده کوتاهی های گذشته رو جبران کنه مثلا نماز و روزه هاشو باید غذا کنه عبادت های ترک شده شو باید به جا بیاره پس چی؟ آقا ناصری بله ما سه سال نماز نمی خونیم خب از همین الان بخون خدایش پشیمونی فدای سرت همین امروز نماز باش همین الان پاشو نماز بخون خب قبلی حالا قبلی ها میخونی فعلا امروز رو بخون آره کلا شروع کن آروم آروم نماز قضا صباطو بخون کلی طول میکشه آره آقا ناصری کلی تو اشکال نداره کلی به طول بکشه بعدا نماز مغرباتو بخون اگه ده سال طول کشید چی اگه عمردیم چی اگه خدا ببینه داشتی جبران میکردی ولی فرصت نشد ان الله میبخشه البته خدا نسبت به بندگان خود مهربان است اگر ببینه شخص تو بکننده تلاش دارد همه گناهاش رو جبران کنه اما اینها بقیه ای موارد خودش جبران میکنه این حق الله نمازاتو باید غذا کنی روزه نگی باید غذاش باید چی؟ بله باید کفاره بدی تو دینی دهم احکام اونجا خوندیم اما دسته دیگر حقوق مر... اخ, اخ 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 حق ناس وای 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 حق ناس حق الناس ناس حق, ناس. حق و... اخ 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 خداوند میفرماید شهید اولین قطر خونش زمین بریزه اگر حق اللهاش رو ببخشم اگر ببخشم حق و رو که نمیتونم ببخشم اصلا مال من نیم من ببخشم مال مردمه انقدر حق الناس ناس مهمه همتون تون شنیدید پیغمبر خدا آخرای عمرش بود گفت کسی اگر گردن من حقی داره بگه ادا کنم یه نفر آمد گفت یا رسول الله شما این چوب دستی تو داشتی به چهار پاد میزدی این به من خورد من راضی نیستم پیغمبر حسنی رو فرستاد برید و چوب دستی منو بیارید گفتن یا رسول الله خب گفت به خدا قسم این دنیا جبران از اون دنیا راحت تره این دنیا اون طرف نزد و بعد بوسه بر بدن پاک پیامبر زد اما میخوام بگم انقدر حق و ناس خیلی بچه ها مهمه بعد هواس خیلی بهش باشه حق و ناس یارو میلیاردی خورده الهی الاف <applause> به همه خیال باش حق و ناسه وای وای او, او, او حق و ناس حق و ناس وای برای سوال بنویسید برای جبران حق و ناس چه باید کرد سوال برای جبران حق و ناس چه باید کرد آقا چی چیکار کنیم حالا یک توبه کننده باید بکوشد ستمی که بر مردم کرده است آن را جبران کند ستم کرده و جبران کنه حقوق مادی و معنویشون رو در حد توان ادا کند دو طرف خودکار مثلا من سر کلاس میام خودکار تو میگیرم بعد به خودم میبرم خونه یادم میره جلسه بعد میام میگم مثلا یه خودکار به داده بودم حلال کن ما رو حلال کن چیه خودکار آمده گم کردی پول خودکار آمده تازه پول خودکارم و دادی باید بگی حلال کن ما رو شاید خودکار یادگاری دائم بوده آقا گوشی موبایل رو گرفتی دستت افتاد تا چه شکست آقا حلال کن حلال کن چیه اول ستمی که کردی جبران مکن داداش تا چه شبه بذار حقوق مادی و معنویشو در حد توانت ادا کن بعد بگو آقا حلال کن ما رو کلی تلفن توش بوده مثلا پریده چه میدونم حافظش تکون خورده رضایت صاحب حق بعدم به دست میاری چهار اگر به اونا دسترسی نداری به نیابت از آنها صدقه میدی برایشان خیر و دعای خیر و طلب آمرزش میکنی آه بچه ها به این میگن رد مظالم به این میگن رد مظالم یعنی چی؟ بچه بودی فوتبال بازی میگه تو کوچه زدی شیشه رو شکستی مغازدار شیشه شکستی یا رو اومد شما فرار کردی <تص> خب چیکار کنم بچه ها به خدا قسم اون دنیا پاتون گیره ها اون دنیا میبینی اصلا ثوابات نیست رب میره برا اون تا اون راضی بشه اگه کار خوب نداشته باشی میبینی یه گناهایی برات نوشتن که تا حالا نکردی میگی آقا من اصلا این کاره نبودم میگن این گناههای کسیه که تو بهش ظلم کرده بودی دنیا چون ثواب نداشتی بهش بدی من گناهای های اون به تو میدیم گناه های خودمون اون بستمونه بچه ها همین دنیا به حلالیت به طلبید بچه ها خب آقا ناصری من اگه میدونی کدوم مغازه بوده کدوم خونه بوده باید بری اول پولشو به تو دخل اون نمیخوادم توضیح بدی از آقا یادتونه شیشت ده سال پیش شکست آره من بودم یارو <تصفح> میزنه تو گوشت برو بگو آقا اصغر آقا ما یه بدهی به شما داشتیم شاید نمیاد چقدر الان یه شیشه مثلا دو درس متری چنده مثلا یه دونه شیرکاکا و کیک خوردی بیارتی سوار شدی پول ندادی مترو سوار شدی کارت کشیدی دو نفری رفتی تو اینا حق ناسه وای وای اگه مترو باشه که بیت الماله اوف و همه مدرسه غیر انتفاعی گچ و ورداشتی علکی له کردی آقا پولش رو دادیم پول دادی به این گچه به درس یاد بدن نه اینکه له کنی الان باید بری پیش مدیر مرسه مدیر مرسه دولتی که اوضاع خیلی بیریختره دولتی بیت المال باید بری پیش مدیر مدرسه بگی آقا من این خسارت رو به مدرسه زدم من ببخشید بچه بودم نفهمیدم من میکندم رو میزا این نقاشی یادگاری رو من نوشتم این مشت رو من زدم اینه بچه حق آقا جدی بله باید برید معمولا مدیرای مدرسه ببینن خیلی خلافت کم بوده میگه آقا حلال کردم این اجازه داره حلال کنه ببخشه قالبشون هم میبخشن اما نرید بگید اون دنیا گیری دا گیری دا آقا ناصری بله اون مدرسه بسته شده اون مغازه تعطیل شده ما بچه بودیم ماشینا رو خکرم کرم بود دیگه میریختم ما بخ... ماشینا رو خط میکشیدیم وای اون دنیا گیرید خب چیکار کنیم اگه به صاحبش دسترسی نداری به نیابت از اونها باید صدقه بدی الان اجازه دادن اگه اشتباه نکنم تا 500 هزار تومن میتونی صدقه بدید اما اگه خلافت خیلی سنگین تره باید اجازه مرجع تقلید و حاکم شرع تو بگیری آقا مثلا خلافت خیلی دیگه سنگینه ما بچه بودیم یه ماشین رو زدیم کلا رفت رو هوا شب چهارشنبه سوری کلی آدم و ترسوندیم وای وای به خدا حق و ناس بچه ها شب چهارشنبه سوری این که من پولم رو بسوزونم این که خودش دیوانگیه هیچی به خدا اون دنیا گیرن هر ترقه و سیگارت و نارنجک و هر کوفت و زهرماری که تو میزن یه نفر میترسه این حق و ناسه بچه ها کافی گناه داریم میخوای چه لذتی داره آقا ناسری خب چیکار کنیم تو که نمیدونی کی ترسید کی نترسید که هان الان باید یه مقدار صدقه بدی یا کار خوب بکنی مثلا بری حرم امام رضا زیارت نماز مستحبی سینه بزنی بگی این عمل خوب من ثوابش برای کسایی که من بهشون ظلم کردم خدایا هر کی به گردن ما ما بهش ظلم می کردیم گردن ما حقی داره خدایا از سر تقصیلات ما بگذر اون راضی بشه بعد همی چیزتون بگم ها راضی بشید تا خدا ازتون راضی بشه یه نفر اومد بهتون گفت آقا راضی باش ما غیبت تو کردیم خدا حفظ کنه قرائتی رو میگفت همین که انقدر مرد بوده اومده گفته راضی شو نگو بگو چی گفتی تا راضی شم بابا بگو راضیش بچه بچا ها از های گناهای... ببین هر کی بهتون ظلم کرده ببخشیدش اصلا همین که ببخشی سبک میشی به خدا ببخشید سبک میشید این کوله بار دیگه این ببخش همه رو ببخش این کی نست بزر زمین انقدر سبک میشید بچه همین الان هر کی بهتون ظلم کرده ببخشید من هم میبینید. من هر کی به ظلم کرده من حلالش کردم انقدر سبک میشم خدا میگه همه رو بخشیدی منم میبخشمت بچه ببخشید تا خدا ببخشتتون ببخشید تا خدا خدا به بد... خدایا به دل هر کی من بهش ظلم کردم بنداز منو ببخشه این دنیا راحت اون دنیا راحت ببین اصلا سبک شید ببخشید تا خدا ببخشه به این میگن رد مظالم یه ظلمی کردی اینجوری باید رد کنی چون نمیشه اگه میشه بعد بری به خودش بدیا میدونی کدوم تاکسی بوده میدونی کدوم خونه بوده میدونی کدوم مغازه بوده اما بیارتی من چه میدونم کدوم یه چیزی صدقه بنداز بگو ثوابش برای اون راننده بیارتیه اما توجه کنیم حقوق معنوی انسانها خیلی مهمتر از حقوق مادیشونه اوه او او. حقوق معنوی مهمتر از حقوق مادی میشه برخی از حقوق معنوی انسانها را سوال برخی از حقوق معنوی انسانها را بیان کنید حقوق معنوی یک اگر با دروغ قیبت تهمت آبرو یکی ریختی اوخ 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 دو بچه ها قیبت میدونه چیه یه چیزی بگی که راضی نباشه پشتش من جلوشم میگم آقا جلوشم میگی الان حق نداری بگی قیبته تو مثال بابا ناصری بلد نی... من هیچ درسی رو نمیگم خدا مثال میزنم که یه وقت سوء تفاهم بهش نشه بابا بلد نیست درس بده اگه بلد نباشه درس بده میشه غیبت اگه بلد باشه تو بگی بلد نیست میشه تهمت اینقدر انقدر غیبت الغیبت اشد من الزنا وای میشینن هی hey, دو تا دوست درماده یه نفر دیگه صحبت میکنن آقا چی کار داری اینو بدونید اگر کسی درباره یکی از دوستاتون اومد داره با شما صحبت میکنه درباره شما میره با یکی دیگه صحبت میکنه ها دو اگر قلب پدر یا مادری بر اثر بی‌حرمتی فرزن شکسته شد وای وای بچه ها دنیا میخواید آخرت میخواید پدر مادر استاد ما میگفت میگفت 900 کیلومتر رفتم پیش یه استاد عرفان و اخلاق گفتم آقا یه جمله عرفان و اخلاق به من بگو گفت برو دست و پای پدر و مادرتو ببوس دنیا میخواید پدر مادر آخرت میخواید پدر مادر اصلا معامله کن با خدا به پدر مادرت ببین بچه ها هیچ یاد نگیرید امروز این بخش تموم شد برید دست و پای پدر مادرتون رو ببوسید بگید ما همین رو یاد گرفتیم از این آلا از فیلم دین و زندگی آلا ما همین رو یاد گرفتیم دست و مادر برام دعا کن به خدا دست به خاک بزنی برات طلا میشه یعنی چی یعنی همش خوش بیاری میاری اما اگه پدر مادر ناراضی باشن وای وای حتی پدر مادر بد ازت ناراضی باشن همش بد میاری نه دنیا داری نه آخرت اینو بدون پدر مادر اگر قلب پدر مادری رو بشکونی وای میگن کسی که آقه وارده بشه بوی بهش و شامش نمیرسه مادرت بگه همین یه کاری نکنی ناراحتشون کنید میدونید چقدر بچه ها خرجشون کردن خدا وکیلی 17 کنید سال فقط داره خرجت میکنه شکمتو سیر کنه لباس چقدر پول کلاس بده چقدر پول کتاب بده پول آزمون تازه دختر خانم بعدش باید کلی براش جهیزیه بده بعد سیسمونی برای بعد آقا پسر خرج عروسی خون آه... تموم نمیشه خرج شما الان نگاه کن تو رو خدا چقدر پدر مادرت بد میرسن برو دست پدر مادرت رو ببوس اگر پیش پدر مادرتون افتاده بشید خدا بلندتون میکنه پدر مادر سه اگه با توضیح کتاب یا راه انداختن یک شبکه اجتماعی گمراه کننده در فضای اجتماعی فساد و گمراهی و تواهی یک گروه میذاره توش چقدر چرت و پرت هر کی گناه کنه تو هم چوب میخوری چون تو گروه زدی دیوونه ای مگه آخه کانال بعد گروه بعد چهار اگر رفتار ناپسند برخی افراد سبب بدبینی دیگران به دین بشه آقا من ریش میذارم کار خلاف بکنم بابا بزن بعد برو کار خلاف بکن ببین یه آخون دزدی بکنه چوبش چند برابر غیر آخونده یه کاری کرده الان متاسفانه متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی یک عده انقدر دزدی کردن انقدر اختلاس کردن چه با لباس روحانیت چه بدون لباس روحانیت مردم عوام میگن اگه اسلام اینه نخواستیم این اسلام رو سبب بدبینی دیگران به دین بشن اینا حقوق معنوی اون دنیا باید جواب بدی بدبینی دیگران به دین بشی در واقع حقوق معنویشون رو زایه کردی باید توبه کننده بره شروع کنه جبران حقوق دست رفت باید بره جبران کنه حقوق از دست رفته رو خب بریم توبه اجتماعی آنچه تا الان خونده مرد توبه فردی و سال توبه اجتماعی را توضیح دهید توبه اجتماعی را توضیح دهید از اینجا تا اینجا اگر جامعه در برخی افراد در مسیر توحید خارج بشه نیازمند به بازگشت به سر توحید و اصلاح یعنی تو توبه اجتماعی تمام انحراف های اجتماعی باید در همان مراحل ابتدایی خود اصلاح بشه تا گسترش در ماندگار نشه سوال میشه برخی از انحرافات و بیماری های اجتماعی سوال برخی از انحرافات و بیماری های اجتماعی را بیان کنید رباخاری خرید فروش پول رو میگن ربا طرف راننده تاکسیه میگه من یه پنجا تومنی دادم به نونوایی به پمپ بنزین چل و تا هزار تومنی گرفتم این رباه خرید و فروش پول رو میگن ربا نزول زیر شاخه رباه میگه یه میلیون بده صدی سه یه میلیون بدی سی هزار تومن به سود میدم این نزول نزول زیر شاخه رباست رشوه گرفتن آقا اینجوری میکنه میگه دیدی دیگه تو این دادگاه ها میگه ویلای لواستون رو به ما ما رفیق داریم به ما هدیه داده ا چرا به من هدیه نمیده بعد اینجوری میکنه میگه راضی هستید این پولی که دارید میدید و از شیر مادر حلال باشه یعنی چی فکر چه علکیت این الکیت عاشق چه برای اینکه امضا کنی داره میده نمیفهمی بی توجهی به افاف فاکدامنی الان دیگه کسی با کسی کاری نداره خیلی منو ببخشید کسی روسریش هم برداره کسی کاری نداره ظلم کردن و ظلم پذیری اطاعت از غیر خدا اینها همه بیماری ها و انحرافات اجتماعیه مهمترین راه اصلاح و معالجه جامعه از این بیماری ها چیست؟ جواب انجام امر به معروف و نهی از منکر راه اصلاح جامعه از این بیماری ها سال بعدی بگو اگر مردم در انجام این وظیفه کوتاهی کنن نتیجه چی میشه گناهان اجتماعی قویتر و محکمتر میشن مردم آه همین هجاب بهتون بگم مردم بی خیال شدن اختلا... اصلا یارو میگه آقا من نخورم برو آقا اخت... برو اون چند هزار میلیارد دو بخور این چند میلیون ما اصلا چیزی نی این میشه که این ور بعد اینجوری میکنه ببین جالب اینه تو ادارات مختلف قربونش برم تو ادارات مختلف اداره مالیات بگیر شهرداری بگیر دولت رو هر جا تو فکر کنی مخصوصا اونجا که ارباب رجوع زیاده آقا این شیرینی بچه ها این بعد اینجوری میکنه بابای من آقایون از بابای شما میکنه بابای شما از بابای ایشون بابای ایشون از بابا همینجوری می... بعد میگیم آقا مملکت بازاره، خب کی از آمریکا میان خودمون از جیب همو میزنیم بعد میگیم مملکت بده اه. آقا من درست شم شما درست شید مملکت درست شده اگر کوتاهی کنی اون موقعی که انقدر هجاب بیرون بود کسی که الان دیگه طرف رو سرش هم ور به ما چه چرا به تو ربطی نداره خیلی هم به تو ربط داره الان ماسک زدن من و نزدن من به تو رب نداره رب داره تو نمیتونی بگی آقا به من چرا این ماسک نزده نخیر باید تذکر بده اگه تو خیابا من ماسک نزدم بی تفاوت با باشیم تو مترو کسی ماسک نزنه اصلا تو آقا به, به ما چه اه. فهمیدیم که به هم زندگیمون ربط داره در واقع اگر مردم درباره این گناه حساسیت نشون ندن و در مقابل آن نیستن و بکوشن جامعه اصلاح اینها اینو میگفتم راستی اگر مردم کوتاهی کنند گناهان اجتماعی قوی تر تمام سطوح جامعه رو در بر میگیره آقا همه میشن بد اما اگر مردم در برابر این گناه حساسیت نشون بدند در مقابل گناه وایستند بکوشن جامعه را اصلاح کنند نتیجه چی میشه با آسونی میتونن مانع گسترش و گناهان بشن اما اگه مردم کوتاهی کنند اما اگر مردم کوتاهی کنند کوتاهی اقدامات جا جامعه به جایی نرسد دیگه به و به تدیج انحراف از حق ریشه بدواند نتیجه چی میشه؟ اصلاح مشکل میشه نیاز به تلاش های بسیار فعالیت زیاد زیر بنایی حتی ممکن انسان های بزرگ سید و شهدا جان و مال خودشون تقدیم کنن تا جامعه از این تباهی برهانن مانع خام هدف از قیام امام حسین چی بود؟ احیای امر به معروف و نهی از منکر امر به معروف نهی از منکر الان کجای زندگی ماست؟ هم به ما چه؟ چرا به ما چه؟ ما رب داره همه چی ما رب داره؟ تو زندگی اجتماعی. کار بد شما رو من تو نمیتونی دستتو بذاری رو بوق بعد من میگم آقا به من چه اه داره سرم میره بعد گفتی آقا نزن اون نمیتونه بگه به تو چه خیلی هم به من رب داره چهار دیواری اختیاری فقط تو چهار دیواریه که اختیاری جامعه قوانین خاص خودشو میخواد اما تیتر آخر تا چه زمان برای توبه کردن مهلت داریم همه اینا میتونه سوال باشه ها سراسر عم ظرف زمان توبه است اما بهترین زمان برای توبه دوره ای که امکان توبه بیشتر انجامش آسونتر جبرانش راحتتر کی جوونی دیگه بابا دوره جوانی دوره انعطاف تحول دگرگونی دوره پیری بچه ها شما نمیتونید با آمانتون عوض کنید شما باید عوض بشید پیری کم شدن این اطاف با بزرگ ما بزرگ که عمرن نمیشه عوضشون کرد آقا من میخوام مادر بزرگم نمیشه زن اخلاقش همینه دیگه دیدی که گیره بابا گیرن دیگه اه. بعد چقدر هرچی سن میره بالاتر طمع به دنیا زیاد میشه امام صادق علیه السلام فرمود هر کسی بیاد یه حدیث خودش از پیغمبر شنیده باشه برا من تعریف کنه من یه کیسه زر میدم یکی اومد گفت ابن رسول الله من خودم از پیغمبر اکرم شنیدم فرمود اگر سنتان زیاد شود تبعتان به دنیا زیاد می شود امام صادق یک کیسه طلا داد یک کیسه زر داد رفت داشت می رفت بیرون گفت ابن رسول الله اگه یه حدیث دیگه بگم یه کیسه دیگه میدی <تصفح> امام صادق فرمود الحق که جدم جد راست گفته طمع به دنیا زیاد میشه هر چی سن میره بالاتر ناگهان میخوان یه پول بدن مثلا 50 تومنی ده بار میزنن که یه وقت دوتا ندن نگاه نکن به ایدی مشتی میده چون مغز بادومی نوه مغز بادومه ولی حواسش یه وقت زیادی نده اینا رو نمیتونی عوضشون کنی دوره کم شدن انعطاف تثبیت خوها و خصلت هاست اگر در دوره جوانی خصلت هایی که در انسان پدید اومد ماندگار من شد خارج کرد بچه ها در خونه اهل بیت باید تو جوونی برید هیئت بله الان دیدید که مقام از رهبری هم هیئت یه نفره گرفت اما مجازی که میتونی تو هیئت شرکت کنی در خونه اهل بیت برو یه روزه دو نفره بگو بابا ما بیاد بشین من میخوام روزه بخونم سه نفری چهار نفری حدیث کسا بخون به خدا قسم اهل بیت به اون خونه نظر میکنه والله قسم حدیث کسا بخون میگه اصلا حاجتمندا همه حاجت میگیرن تو همون خونتون بخونید چهار نفری بخونید یه زیارت ها بخون اگر در دوره جوانی این کار کردی ماندگار میشه دیگه تو پیری سخته صفات ناپسندی که در ما پدوین شبیه چیست؟ جواب شبیه ریشه های است که در ابتدا نفوذ کمی در خاک دارن اما هر چی میره بالاتر نفوذش بیشتر قوی تر دیگه نمیتونی بکنی خیابون ولی تهران بین پارک وی تجریش ریشه انقدر اصلا دیگه درخت تو نمی... عمرن نمیتونی بکنی اصلا نمیشه دیگه از این رو توبه در جوانی بسیار آسانتر از پیریه توبه در جوانی اینم از این نکته دیگه بقیش برای بچه ها بیشتر برای بچه های انسانیه بهار تو ایام جوانی بار گناه ها کمتر تیرگی دیگه این توضیحات دادیم جوان بچه ها بهار تو جوانی بار گناه کمتر تیرگی، قلب ظلمت اندک شرایط مناسبتر انسان در پیری هر تمه حب به جاه مال اینه طول آرزوها این به تجربه ثابت شده حدیث پیغمبر ببینید اینا دیگه بر بچه های انسانی زحمت میکشند و مطالعه میکنن چیزی هم نداره که فکر کنید مثلا نتونید بخونید آره خیلی اینم که پیشنهاده که هیچ وقت در کنکور نمیاد الله که از توبه کنندگان واقعی باشید ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین خدا همه ای ما رو جز توابین واقعی قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد. آل محمد و آل محمد وعجل فرجهم خدایا رو نگهدار همتون